دومین ارزشی هم که میخواستم روش انگوش بذارم بیشکافی توی جنگ و خستگی ناپذیری زهره است، که من خیلی وقتا توی روزا و شبهای طاقت پرسایی که این دوران افتخارشو داشتم که به عنوان تن واحد زهره در کنارش بودم شاهدش بودم. شاخص خسته نشدن ولی خسته کردنه، با روحی و ارادهی که توی تنگ تنگ لحظات مخور نمیشه و یک جنگاور واقعی با شاخص جنگی صد برابره. چون واقعیت اینه که برای جنگ صد برابر خب آدم باید بیشتر به جنگه و در واقع نباید خسته بشه و باید ادامه و استمرار بره. و زهره شاخص این دستگاه، این دستگاه بدون انقطاع و بدون وقفه توی جنگه و در این مورد توی صحنه آزمایشش رو در عمل پس داده. تیزتر بگم، زهره همیشه توی صحنه‌ای که با هم بودیم همواره عنصر ایستادگی و جسارت تزریق کرده. توی اون صحنه و برای خود من همیشه نه فقط یک همرز بلکه یک نقطه اتکا توی جنگمون با دشمن بوده و هست و شک ندارم توی دورانی که همه ما از جمله خودم باید بار جنگمون رو ببندیم، بالاترین الگو برامون زهره است و من پیشاپیش بسیار مفتخرم که عضو کوچکی از سازمان مجاهدینی باشم که زهره مسئول اولشه و تحت مسئولیت زهره توی این دوران بتونم توی جنگ تمام عیار این دوران با رژیم آخوندی بار مسئولیتم رو بردارم. یک جمله کوتاه میخوام از نقش سویقه توی این 6 سال گذشته بگم. در جمله بسیار ساده، سویقه مثل دستیه که همیشه هست، که هر وقت آدم نیاز داره اونجاست که اونو بگیره. و بدون سرسوزنی اغراق بگم که گفتن از نقش سویقه برام ساده نیست و خودم رو شخصا مدیون ارزش‌هایی میدونم که توی این چند ساله توی مناسباتمون جاری کرده و به عالی‌ترین شکل در شرایط سخت این دوران با تواضع، فروتنی و ظرفیت فوق‌العاده‌اش همواره تراز کننده شماره که تشکیلات ما اینجا بوده. و من خیلی به خواهر مریم از این بابت تبریک میگم. مطمئنم که به طور خاص سلسله مراتب تشکیلاتی ارتش به دلیل زحمات بی اندازه سویقه طی 6 سال گذشته در امر تشکیلاتمون و جایگاه ویژش در همه سطوح میخوان از سویقه بگن و تشکر کنن و من به نمایندگی از همه اونها و به طور خاص برادران لایه معاون بخش که به طور خاص سویقه زحمت زیادی براشون کشیده شخصا تقدیر و تشکر میکنم. اگرچه که کافی نیست، میذارم توی فرصت دیگه بازم با تشکر و قدردانی فراوون از خواهر مجاهدم سویقه. در آخرم میگم امیدوارم که همه مجاهدین، که همه ما مجاهدین، همه مجاهدین به خصوص مجاهدین اشتر توی هر موضع مسئولیتی که قرار میگیریم تک تکمون بتونیم شکرگزار نعمات خدا باشیم که برای ما همون عنصر راهیافتگیه. امیدوارم بتونیم شکر نعمتش رو به جا بیاریم و فتنه ها و آزمایشات باعث هدایتمون بشه و نه گمراهیمون. خاک پای مسئول اول مجاهدین و تک تک مجاهدینم. بازم بسیار بسیار به تک تکتون تبریک میگم، به خصوص جمهوری عزیزم. خسته نباشید.